یک قاضی مصری به نام محمد عریف در کتابی که خودش نوشته بود اتفاقی که برای خودش افتاده بود رو تعریف میکرد. او تعریف میکنه که 15 سال پیش وقتی که وکیل بودم، یک روز صبح وقتی به محل کارم میرفتم جلوی درب دادگاه یادم افتاد که چند برگه وکالتنامه رو فراموش کردم و به سرعت به خونه برگشتم تا برگه ها رو بردارم. وقتی درب خونه رو باز کردم با یک مرد غریبه روبرو شدم که با همسرم نمیدونستم چی کار کنم. خودم وکیل بودم و قوانین رو خوب میدونستم و اگه مرد رو میکشتم شاهدی نداشتم و تصمیم گرفتم با مرد کاری نداشته باشم و بهش گفتم از خونه من برو بیرون و من این کار رو به خدا میسپارم. مرد هم رفت و نیشخندی به من زد، یعنی به عقل من میخندید که با او کاری نکردم. مرد رفت و به زنم گفتم وسایلت رو جمع کن تا تو رو به خونه پدرت ببرم. خونه پدر زنم در شهر دیگه ای بود و در مسیر فقط به اون قضیه فکر میکردم و بغض تمام گلوم رو گرفته بود تا به اونجا رسیدیم. من کار رو به خدا سپرده بودم و نخواستم آبروی زنم رو ببرم و به خانواده زنم میگفتم که ما باید از همدیگه جدا بشیم. خانواده زنم میگفت شما که با هم مشکلی نداشتید و من فقط تأکید میکردم که ما به درد هم نمیخوریم و باید از هم جدا بشیم. وقتی از خونه بیرون میرفتم زنم بهم گفت خیلی ازت ممنونم که آبروی من رو نبردی. منم بهش گفتم برو از کاری که کردی توبه کن. خلاصه از هم جدا شدیم و مدتها فکرم درگیر اون قضیه بود تا مدتی هر کسی رو میدیدم که میخندید یاد اون مرد میافتادم که موقع رفتم به من خندید. بعد از مدتی با یک خانم با تقوا ازدواج کردم. 15 سال گذشت و من قاضی دادگستری شدم. یک روز یک پرونده قتل اومد جلوی دستم و متهم وارد شد و به نظر می اومد که اون مرد رو جایی دیده بودم و بعد از کلی فکر کردن یادم افتاد که اون مرد همون مردی بود که با زنم بود. بهش گفتم ماجرا رو برام تعریف کن و بهم گفت جناب قاضی، وقتی وارد خانه شدم زنم رو دیدم با یک مرد خوابیده بود و نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و اون رو با یک چاقو کشتم. بهش گفتم شاهدی داری؟ گفت نه. گفتم پس چرا خانومت رو نکشتی؟ گفت خواستم این کار رو بکنم ولی اون فرار کرد. بهش گفتم نباید اون رو میکشتی چون قانون میگه باید 3 نفر شاهد این ماجرا بوده باشن. بهم گفت جناب قاضی، شما اگه بودی اون مرد رو نمیکشتی؟ با کمی مکس گفتم نه، در زمانی بوده که وکیل بودم و این اتفاق برایم افتاده. مرد متهم تازه یادش افتاده بود که من همون وکیل 15 سال پیشم که با او کاری نداشتم. بهش گفتم من اون روز کار خودم رو به خدا سپردم، حالا با خودکارم حکم اعدام تو رو صادر میکنم. طبق قانون اون مرد باید اعدام میشد و من حکم اعدامش رو صادر کردم. به در هر خانه‌ای که بزنی فردا در خانه‌ات رو میزنن.